برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مجمع علمی قرآن کریم در آستان مقدس عباسی، کارگاه تخصصی خوشنویسی خط عربی در دانشگاه الازهر قاهره برگزار نمود. محمد فالح گاته، خطاط و نگارگر مجمع علمی در این باره گفت: مجمع علمی دعوتنامه ای از رواق خط عربی دانشگاه الازهر قاهره جهت برگزاری کارگاه علمی و عملی خوشنویسی خط عربی برای گروهی از کارآموزان دریافت نمود. وی افزود این کارگاه شامل مروری بر تاریخچه خوشنویسی خط عربی، ریشه ها و خاستگاه آن، سیر تحول و توسعه و تعداد آن در رسیدن به خط ثلث و پس از آن حق خط محقق بود. دانشمندان در چین نوعی سنگ معدنی را کشف کردند که پیشتر دیده نشده بود. این سنگ حاوی یک عنصر کمیاب خاکی است که به دلیل خاصیت ابررسانه آن مورد تقاضای زیادی قرار دارد. این سنگ معدنی که نیوبو با اوتیت نام دارد، از نیوبیم، باریم، تیتانیوم، آهن و کلوریت ساخته شده است. ترکیب هیجان انگیز این سنگ نیوبیم است. این فلز خاکستری روشن در حال حاضر بیشتر در تولید فولاد استفاده می شود که آن را بدون افزودن وزن قابل توجه تقویت می کند. به گفته انجمن سلطنتی شیمی بریتانیا RSEC، نیوبیم در ساخت آلیاژ های دیگر و مواد ساخته شده از مخلوط فلزات نیز استفاده می شود و می توان آن را در شتاب دهنده های ذرات و سایر تجهیزات پیشرفته علمی یافت، زیرا در دماهای پایین یک ابررسان است. منابع محلی در استان کاپیسا در شمال شرقی افغانستان میگویند که تیه انفجار یک سرگلوله در شهرستان علسای این استان یک کودک 10 ساله کشته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. گفته شده کودکانی که در این رویداد زخمی شدند 11 و 12 ساله هستند. انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ هر از گاهی در استانهای مختلف افغانستان از غیر نظامیان قربانی میگیرد. در بسیاری از موارد قربانیان این گونه انفجارها کودکان هستند. گزارش جدید سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو نشان می‌دهد که در 30 سال گذشته حدود 3.8 تریلیون دلار از محصولات و تولیدات دامی به دلیل بلایای طبیعی و انسانی از بین رفته است. بر اساس این گزارش، اولین برآورد جهانی از تأثیر بلایای طبیعی بر کشاورزی ضرری معادل 5% از تولید ناخالص داخلی سالانه کشاورزی جهانی GDP است. این مطالعه همچنین اشاره می‌کند که اگر داده‌های سیستماتیک در مورد تلفات در زیر بخش‌های شیلات، آبزی پروری و جنگلداری در دسترس باشد، ممکن است این رقم بالاتر باشد. ظهر امروز یک شنبه زلزله‌ای به بزرگی 5.3 ریشتر استان خوزستان را در عمق 13 کیلومتری زمین به لرزه درآورد. در پی این حادثه 3 تیم ارزیاب هلال احمر استان خوزستان برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستاهای نزدیک کانون زلزله اعزام شده و تمامی پایگاه‌های هلال احمر استان به حالت آماده باش درآوردند. بنابر اخبار دریافتی، این زمین لرزه در کویت نیز احساس شده است.